سلام دوستان، امیدوارم حال همه شما خوب باشه. امروز میخوام در مورد یکی از سوالاتی که خیلی پرتکرار از من میپرسین باهاتون صحبت کنم و اون سوال اینه که آیا به عنوان یه دانشجوی کارشناسی یا کارشناسی ارشد میتونم یه پروژه علمی رو انجام بدم و نتایج اون رو در قالب یه مقاله چاپ کنم؟ اما قبل از اینکه به این سوال جواب بدم میخوام یه سوال دیگر رو مطرح کنم و اون سوال اینه که آیا دانشجوی کارشناسی اصلا باید مقاله بده؟ جواب این سوال به صورت باید یا نباید نیست. در واقع باید اینجوری بگیم که چه چیزی برای دانشجوی کارشناسی در اولویت قرار داره. اگر از من میپرسید اولویت دانشجوی کارشناسی چیه، من این 4 تا مورد رو میتونم خدمتتون عرض کنم. اولین اولویت دانشجوی کارشناسی اینه که درس‌های تخصصی که داره بتونه به صورت مفهومی و دقیق یاد بگیره. هر چقدر شما بهتر روی این درس ها مسلط بشید، در آینده بهتر میتونید مطالب رو تحلیل کنید و متوجه مطالب جدیدی که میخونید بشید. دومین اولویت دانشجوی کارشناسی اینه که معدلش رو بالا نگه داره. خب به خاطر شرایطی که توی دانشگاه هست، معمولا ترمای اول دوم دانشجوها از این موضوع غافل میشن و معدلشون افت شدیدی داره و حالا اون ترمای بعدی مقدار سعی کنن تا بتونن اون افت رو جبران کنن. پس اگر بتونید از همون اول معدلتون رو بالا نگه دارید، توی مراحل بعدی تحصیل، حالا چه بخواید اپلای کنید چه بخواید ادامه تحصیل بدید توی کارشناسی ارشد و از این جور موارد، حتی اگر بخواید استخدام بشین جایی، بازم شاید به معدلتون نگاه کنن و این بالا بودن معدل میتونه به شما کمک کنه. سومین اولویت شما که البته اهمیتش از دوتای قبلی کمتر نیست، اینه که زبانتون رو تقویت کنید. بچه‌ها، شما بعد از دوره کارشناسی هر کاری که بخواید انجام بدین، داشتن زبان انگلیسی قوی برای شما مهم خواهد بود. چه بخواید اپلای کنید، باید آیلتس بگیرید. چه بخواید در واقع کارشناسی ارشد بخونید، باید مقاله‌های بیشتری داشته باشید و بتونید منابع انگلیسی رو به خوبی بخونید. چه بخواید کار پیدا کنید، به هر حال داشتن یک زبان انگلیسی خوب، در واقع تسلط به زبان انگلیسی خوب میتونه به شما کمک کنه که از بقیه افراد متمایز بشید. پس سومین اولویت شما میشه تقویت زبان انگلیسی. و چهارمین اولویت شما، اگر وقت اضافه داشتید و اگر اون ستای قبلی رو انجام داده باشید، اینه که وارد یه پروژه تحقیقاتی بشید، حالا با کمک استاد و اگر در واقع این امکان واسهتون فراهم نبود، خودتون به تنهایی بتونید یه پروژه تحقیقاتی رو انجام بدید و اگر امکانش بود اون رو در واقع به صورت یه مقاله چاپ کنید. حالا بذارید برگردیم و جواب اون سوالی که اول ویدیو با هم مطرح کردیم رو بهتون بگم. بله، دانشجوی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد به تنهایی میتونه مقاله بده بدون اینکه در واقع اسم استادتون مقاله بیاره یا استادی در واقع اون پژوهش رو ساپورت کرده باشه. دقت کنید، منظورم این نیست که اگر یه پروژه‌ای رو با استاد کار کردید میتونید اسم استاد رو نیارید. به هیچ وجه منظورم این نیست. این کار در واقع یه کاری مثل تقلب کردن و اگر این اتفاق واسه شما بیفته قطعاً عواقبش رو باید بپذیرید. پس منظورم این نیست. منظورم اینه که اگر یه پروژه رو خودتون بخواید جداگانه شروع کنید، از صفر تا صد انجامش بدید، حتما نیازی نیست که استادی شما رو در واقع سوپروایز کنه یا راهنمایی کنه برای انجام اون پروژه و اگر توانایش رو داشته باشید میتونید به تنهایی در واقع اون پروژه رو در قالب یه مقاله چاپ کنید. در واقع هر کسی بدون توجه به سنی که داره، مدرکی که داره و شغلی که داره میتونه یه پروژه رو به صورت مستقل انجام بده و نتایج اون رو در قالب یه تحقیق علمی چاپ کنه. بذارید یه مثال واسهتون بزنم که هم واسهتون شاید جالب باشه و همین داستان واسهتون روشن‌تر بشه. هولوش جولای سال 2021 بود که یه پسر 10 ساله به همراه پدرش یه مقاله رو توی مجله های CSIRO چاپ کردن. داستان از این قرار بود که این پسر 10 ساله وقتی به همراه پدرش واسه غواصی رفتن اقیانوس، توی پرانتز بگم که پدر ایشون محقق در واقع اقیانوس شناسی هست، این پدر و پسر وقتی رفتن واسه غواصی، این پسر که اسمش روحان بود متوجه شد که یه نوع ماهی خاص همیشه همراه یه نوع اختاپوس در واقع شنا میکنه و همیشه اون رو همراهی میکنه. این داستان اومد به پدرش گفت و پدرش اول اونو قبول نکرد و ازش خواست که شواهد بیشتری جمع کنه و در واقع ازش خواست که این فرضیه‌اش رو اثبات کنه و بتونه ازش مدارک بیشتری جمع کنه. این پدر و پسر یک سال روی موضوع کار کردن و نتیجه این پروژه شد چاپ یه مقاله توی مجله، در واقع یکی از مجلات انتشارات CSIRO که ایمپکتش هم هلوش 2.5 هست و تونستن یه رابطه همزیستی رو بین این دوتا موجود در واقع گزارش کنن. جالبه که بدونید که افیلیشنی که واسه روحان زدن توی اون مجله در واقع افیلیشن دبستان وودلندز هست و این میتونه به شما نشون بده که افیلیشن شما هیچ اهمیتی نداره توی اون کاری که انجام میدید. حتی سن شما هم در واقع هیچ مبنای قضاوتی نیست برای اون کسی که مقاله شما رو داره
ریویو میکنه. حتی آدرس خونه شما هم میتونه به عنوان افیلیشن شما توی مقاله ذکر بشه. من لینک این خبر و لینک اون مقاله‌ای که در واقع این پدر و پسر کار کردن رو میذارم توی دیسکریپشن. اگه علاقه داشتید میتونید اونجا تشریف ببرید و خبر رو ببینید و اون مقاله رو مطالعه کنید. مطلب دومی که شما میتونید از این مثال متوجه بشین اینه که مدرک شما اهمیتی در قضاوت کار علمی که شما انجام دادین نداره. در واقع اگر شما بتونید یک پژوهش رو در قالب روش صحیح علمی انجام بدید و نتایج اون پژوهش رو در قالب یک مقاله به صورت علمی بنویسید، میتونید اون رو توی هر ژورنالی که بخواید به تنهایی چاپ کنید و کسی به شما نمیگه که شما مثلا مدرکت کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا هر مدرک دیگه، یا حتی دیپلم و یا کمتر از دیپلم، کسی به شما نمیگه که مدرک شما چیه اگر روش شناسی شما درست و منطقی باشه. در واقع مشکلی که خیلی از دانشجوهای کارشناسی دارن برای در واقع مقاله دادن و نوشتن یک مقاله علمی این نیست که استاد همراهشون نمیکنه. مشکل اینجاست که معمولا دانش و اطلاعات کافی رو برای نوشتن یک مقاله و یا طراحی پژوهش ندارن و این مانعیه که باعث میشه اونا نتونن یه مقاله رو به تنهایی چاپ کنن و در واقع ترجیح میدن دنبال استاد بگردن برای انجام یه پژوهش علمی. بچه ها اگر بخوام در مورد صحبتهایی که کردم نتیجه گیری کنم، برمیگردم به حرفایی که اول ویدیو خدمتتون گفتم. شما به عنوان دانشجوی کارشناسی باید درسهایی رو که دارید، درسهای تخصصیتون رو خیلی خوب، کامل و مفهومی و عمیق یاد بگیرید و این به شما کمک میکنه در مورد مطالبی که در آینده میخونید تحلیل داشته باشید و بتونید به صورت علمی اونها رو در واقع تحلیل کنید. این اولین و مهمترین اولویت شماست. اولویت دومی که شما دارید که البته اهمیتش از اولویت اولتون کمتر نیست، تقویت زبان انگلیسیه. بچه‌ها شما توی دوره کارشناسی یه زمان طلایی دارید برای تقویت زبان انگلیسیتون که در آینده زندگیتون بعد از دوره کارشناسی خیلی خیلی بعیده که شما همچین زمانی رو داشته باشید. معمولا درگیر کار میشید، درگیر در واقع درسای بیشتر میشید، دوره کارشناسی ارشد کوتاه، پایان‌نامه هست و اون زمان طلایی رو نخواهید داشت واسه تقویت زبان انگلیسیتون. پس کسی که زبان انگلیسیش رو تقویت میکنه به حد قابل قبولی میرسونه، هر کاری بخواد بکنه بعد از دوره کارشناسی یه پله از بقیه جلوتره. دقت کنید، اگر شما بخواید مقاله بدید تو کارشناسی ارشد، سورس ها رو میتونید بهتر بررسی کنید، سورس های دست اول رو یاد بگیرید. اگر بخواید تکنیک یاد بگیرید، میتونید خیلی از این کارگاهایی که بقیه شرکت میکنن رو با دیدن ویدیوهای یوتیوب به زبان اصلی، به زبان انگلیسی غالبا یاد بگیرید و میتونید در واقع ویدیوهای مختلفی ببینید و از جهت مختلف یه موضوع رو بررسی کنید. خیلی از این کارگاهایی رو که برگزار میکنن شما میتونید با دیدن یوتیوب ویدیوها و خوندن کتابای در واقع انگلیسی که روی اینترنت هست یاد بگیرید. حتی روش صحیح تحقیق و پژوهش و مقاله نویسی رو میتونید با دیدن یوتیوب ویدیوها و با خوندن کتابای انگلیسی که روی اینترنت موجوده به راحتی یاد بگیرید و این موضوعی که باعث میشه شما به عنوان دانشجوی کارشناسی بتونید پروژه خودتون رو استارت بزنید و مقاله‌ای که میخواین رو چاپ کنید. امیدوارم که این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک فراموشتون نشه. اگر تا حالا توی کانال سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنار سابسکرایب هم بزنید که ویدیوهای بعدی از دست ندید و خوشحال میشم نظراتتون رو توی بخش کامنت بدونم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه.